کار اون آنقدرها خسته کننده برای شما نباشه. من در این برنامه در سالهای گذشته بارها و بارها پیرامون نیاز رفرماسیون در دنیای اسلام سخن گفتم و در این باره نوشتم و به این هم اشاره کردم و پرداختم که ما در ایران از نزدیک 150 سال پیش را به امروز انسانهایی رو داشتیم که در یک فرهنگ اسلامی با آموزش‌های دینی پرورش یافتن و بر این باور بودن که باید دگرگونی‌هایی در فقه اسلامی، در ارزش‌های اسلامی و ویژه فقه شیعی روی بدهد تا کشور ما بتواند آرامتر و بهتر به سوی مدرن شدن و پیشرفت گام بردارد. ما در همون دوران مدرنیته و مشروطه دیدیم که یک نوع گرفتاری ذاتی در جامعه ما وجود داشته میان باورهای خرافی و باورهای مانده از گذشته، باورهای دینی، باورهای شیعی و پروژه توسعه جامعه، اندیشه های مدرن سازی جامعه. از همین رو بود که یکی از نخستین نویسندگان اندیشه مدرن در ایران، زنده یاد مستشار الدوله تبریزی، که من این برنامه رو از نام کتاب ایشان وام گرفتم، نویسنده یک کلمه، کوشید در این یک کلمه ارزش‌های انقلاب فرانسه و قانون مدنی و حقوق بشر فرانسه رو، اعلامیه حقوق بشر فرانسه رو، با ارزش‌های اسلامی پیوند بده و بیاید به نشان بدهد که میتوان به قرآن باور داشت و همچنان طرفدار آزادی و حقوق و دموکراسی بود. خب بر روی این گرفتاری در درازای تاریخ 150 ساله گذشته ایران همچنان پای بر جا بوده و هم امروز هم در کشور ما هست. میبینیم که در این روزگاری که داعش در خاورمیانه بیداد میکنه و کشتار میکنه و در همین رسانه های دولتی ایران هم به داعش میتوفند و داعش رو یک جریان غیر اسلامی حتی میخوانند و حتی در میان برخی از روشنفکران دینی ایران با استدلال و با آوردن دلایل حتی دینی میگویند که این کارهای داعشی ها کارهای آدم های از دین برگشته و حرام است و یا کار گروه های مانند گروه آدم کشانی که در نیجریه و دیگر کشورهای آفریقایی به کشتار مردم پرداختند و میپردازند، اینها رو بیرون رفته از دین میخوانند. در حالی که اگر ما نیک بیندیشیم و اگر به راستی به آینده ایران بخواهیم بپردازیم، راهی جز این که یک تکان اساسی، یک خانه تکانی بزرگ در باورهای دینی چیره بر جامعه ایران داده بشود نخواهیم داشت. من با دین مردم هیچ سر ستیز و دشمنی ندارم و بر این باور هستم که انسان ها می توانند به هر دین آیینی باشند و می توانند بیدین باشند، می توانند در کنار یکدیگر زندگی کنند و به باورهای دینی یکدیگر احترام بگذارند و یکی از پسندیده ترین دستاوردهای برجسته دنیای مدرن در همین است که در دنیای مدرن انسانها با باورها و با اندیشه های گوناگون در کنار یکدیگر زندگی میکنند و حریم اونها رو حقوق مدنی، قوانین حفظ میکنند، نه باورهای دینی. کم یا بیش البته در برخی از کشورها این جدایی دین و دولت و ساختاری شدن و نهادینه شدن سکولاریسم بسیار بسیار تواناست، در برخی از کشورهای دیگر چنین نیست. کشور ما اگرچه وارد شاهراه سکولاریسم و جدایی دین و دولت شد و اگرچه از زمان انقلاب مشروطه ما احساس کردیم که داریم به سوی جدا ساختن این دو ساختار، ساختار باورهای دینی از ساختارهای به گفته زنده یاد احمد کسروی سررشته داری یا کشورداری یا دیوان سالاری یا به هر روی قانون گام برمیداریم و قانون رو میخواهیم زمینی کنیم و حق قانونگذاری رو به مردم واگذار کنیم، از همون آغاز هم گرفتاری در این زمینه وجود داشته. در همون دوران و کشاکش مشروطه، مشروطه خواهان رو بابی میخواندند و اونها رو از دین برگشته به شمار میآوردند و سرانجام هم دیدیم که آزاد مردی مانند احمد کسروی که از شمار کسانی بود که در آغاز
میخواست به پالایش دین بپردازد، از نقد به ارزش‌های خرافی دینی کار خودش رو در سال 1311 در این زمینه آغاز کرده بود. جدا از کارهای پژوهشی، او رو هم در سال 1324 در کاخ دادگستری کشتند و هنوز هم ما در کشورمان با این گرفتاری روبرو هستیم که باورهای ارباب شریعت، ارباب دین یا شریعت مداران با پروژه های توسعه اجتماعی بر پایه قانون و مدرن سازی جامعه درگیر و گرفتار است. میگویند که ایران مانند داعش نیست، داعشی ها آدم کشند و در جمهوری اسلامی ما با چنین رفتاری روبرو نیستیم. کتمان این مسئله، پرده پوشی این مسئله که از نظر شرعی، از نظر باورهای دینی کاری رو که داعشی ها میکنند مورد پسند روحانیان شیعی ایران هم هست، نه به این دلیل که همون کار رو انجام میدن، ولی از نقطه نظر اصول فقهی مورد پذیرش اونها هست، برای خیلی از ایرانی ها پذیرفتنی نیست. این است که من میخواهم امروز در برنامه از جمله به این بپردازم. بارها درباره ضرورت یا نیاز به رفرماسیون فقهی در فرهنگ اسلامی، در باورهای اسلامی پرداختم و گفتم که باید کسانی بیایند و در همون گونه که در فقه، در باورهای مسیحیت دگرگونی و رفرماسیون روی داد، در باورهای اسلامی هم یک رفرماسیون بنیادی انجام بدهند و این آیین رو با دنیای مدرن هماهنگ کنند. امروز بامداد پیش از این برنامه برگهایی رو از تارنماهای چند تن از مراجع تقلید ایران و از کسانی که مورد پذیرش رهبر جمهوری اسلامی هم هستند چاپ کردم و میخواهم امروز بخشهایی از اون رو برای شما بخونم تا شما دریابید که آنچه داعش میکند، کشتار براستی غم‌انگیزی که داعشی ها در خاورمیانه به راه انداختند، از نقطه نظر شرع اسلامی و از نقطه نظر باورهای رهبران شیعی هم رواست. چه میکنن اونها؟ اونها میآیند و میگویند به داوری اونها، به داوری خلیفه‌گری این داعشی ها، به داوری این خلافت اسلامی که برپا کردند، کسانی که اونها میکشند اینها از دین برگشته هستند، کافر هستند و کافر رو میتوان کشت. و در برابر این جنجال و طغیان و واکنش در رسانه‌های جمهوری اسلامی دیدن، ببینید باورهای بزرگان دین در ایران در این هزار سال گذشته که دگرگونی هم در اون روی نداده چیست؟ این داوری یکی از مراجع تقلید ایران درباره کشتن از دین برگشته است. این گونه توضیح میدن: در ابتدا مناسب است به طور خلاصه به تعریف مرتد ملی و فطری و احکام مربوط به هر یک اشاره کنیم. برخی از این واگفته ها رو من چند بار خواهم خواند و این رو هم بگویم که آنچه که من برای شما میخوانم دستچین شده نیست، یعنی این نیست که کسانی از میان اونها به این باور داشته باشند و کسانی باور نداشته باشند. اینها بخشی از شریعت پذیرفته شده از فقه شیعی است و در این فقه است که باید یک دگرگونی اساسی ایجاد کرد. میخوام باز تذکر بدم آنچه که من برای شما میخوانم بنیاد آن فتوایی است که آیت الله خمینی، پایه‌گذار جمهوری اسلامی، برای کشتن سلمان رشدی صادر کرد. بنابراین بدور از حقیقت ذات وجود جمهوری اسلامی چنین سخنانی نمیتواند باشد. در ابتدا مناسب است به طور خلاصه به تعریف مرتد ملی و فطری و احکام مربوط به هر یک اشاره کنیم. مردی که در یک خانواده اسلامی متولد شده، یعنی پدر و مادر یا یکی از اونها مسلمان بوده، در برخی از نوشته ها گفته شده هنگامی که نطفه او بسته می شود پدر یا مادر مسلمان بودن، فرق نمی کنه، پدر باشه مادر باشه هر کدوم از اینها، یعنی یک مرد مسلمانی اگر با یک زن مسیحی
دارای فرزندی بشوم شامل چنین چیزی می شود و بالعکس. مردی که در یک خانواده اسلامی متولد شده، خواه پدر او مسلمان باشد یا خواه مادر یا هر دو، هرگاه پس از بلوغ مرتد شود، بلوغ هم از نظر شرعی بلوغ زن در 9 سال قمری است، بلوغ مرد هم در نزدیک 14 سال، هرگاه پس از بلوغ مرتد شود، یعنی از دین برگردد، یعنی بیاید و بگوید که من باوری به دین پدر و مادرم ندارم، هرگاه پس از بلوغ مرتد شود حتی اگر توبه کند، پس از ثبوت ارتداد او نزد حاکم کشته می شود، چنین فردی را مرتد فطری می خواند. ببینید بنیاد کشتن بابیان و بهائیان و هر از دین برگشته‌ای به گفته اونها چنین است که انسانی که مردی که در یک خانواده از پدر یا مادر مسلمان زاده بشود، فردی که هیچ تصمیمی اراده‌ای در گزینش دین خودش نداشته، پدرش مسلمان بوده، مادرش مسلمان بوده، نیاکانش مسلمان بودند، او در یک خانواده مسلمان به دنیا آمده، این فرد دارای هیچ اراده‌ای بر زندگی خودش و آینده خودش نیست، اصلا شماره‌ای به حساب نمی آید، کسی نیست، او مسلمان زاده شده و محکوم است که تا پایان عمر مسلمان باقی بماند، و اگر در بخشی از زندگی خودش در هنگامی که بالغ شده تا هنگام مرگ پرسشی درباره آیین خودش بکند و از دین اسلام برگردد، بیدین بشود، بهایی بشود، مسیحی بشود، حتی به آیین‌های دیگری که به کتاب‌های آسمانی باور دارند و پیامبران اونها رو قرآن پذیرفته به اونها بپیوندد، یعنی مانند مسیحیت و یهود که به هر روی حتی قرآن کتاب‌های آسمانی اونها رو هم قرآن ازش نام برده، یا مسلمانان هم اونها رو اهل کتاب می‌دانند، اگر از اسلام برگردد و به یکی از آیین‌ها بپیوندد، بهایی شدن که جای خود داره، بیدین شدن که اصلا دیگه داستان دیگری است، اگر از این دین ها برگردد، از دین اسلام برگردد، حتی اگر توبه بکند و روشن بشود که مرتد از دین شده، باید او کشت، هیچ راه دیگری نیست. این فتوایی است که آیت الله خمینی درباره سلمان رشدی، یک مسلمان زاده برگشته از دین، داد. باز هم برای شما میخوانم، پوزش میخوام. مردی که در یک خانواده اسلامی متولد شده، خواه پدر او مسلمان باشد یا خواه مادر یا هر دو، هرگاه پس از بلوغ مرتد شود حتی اگر توبه کند، پس از ثبوت ارتداد او نزد حاکم کشته میشود، چنین فردی را مرتد فطری میگویند. مردی که در خانواده مسلمان به شکلی که بیان شده متولد نشده، ولی پس از بلوغ به آیین اسلام بگرود، یعنی یک کسی که پدر و مادرش مسیحی بودند، پدر و مادرش بهایی بودند، پدر و مادرش بیدین بودند، چپی بودند، بهایی بودند، هرچی، این آمده و پس از اینکه بالغ شده مسلمان شده. معنای این جمله این است: مردی که در یک خانواده اسلامی متولد شده، خواه پدر او مسلمان باشد یا خواه مادر یا هر دو، هرگاه پس از بلوغ مرتد شود، ببخشید این اولی بود خوندم، پوزش میخوام. مردی که در خانواده مسلمان به شکلی که بیان شد متولد نشده، ولی پس از بلوغ با آیین اسلام بگرود و سپس به انکار آن برخیزد، یعنی آدمی است که مثلا 18 سال شده رفته و آشنا شده با اسلام و از یک خانواده مسیحی آمده، از یک خانواده بیدین آمده، از یک خانواده کلیمی آمده و مسلمان شده، ولی پس از چند سالی که مسلمان شده دیده منفعتش در این مسلمانی نیست و خواسته از این دین برگرده، این ببینید سرنوشتش چی خواهد بود. این آدم بخت برگشته‌ای که از خرد خودش بهره میگیره، کسانی که به ما میگویند اسلام میگوید با خرد زندگی کنید، عقل خودتون رو استفاده کنید، ببینید با خرد انسان چه رفتاری میکنند. مردی که در خانواده مسلمان به شکلی که بیان شد متولد نشده، ولی پس از بلوغ با آیین اسلام بگرود و سپس به انکار آن برخیزد، چنین فردی را مرتد ملی میگویند.
مرتد ملی هرگاه پس از رفع شبهه و اشکال، اگر اشکال و شبهه‌ای داشته باشد، توبه نکند و به اسلام برنگردد، کشته می شود. یعنی آدمی که آمد و به هر دلیل آمد و مسلمان شد. همسر یکی از بستگان من، یک اروپایی زاده مسیحی کاتولیک بوده، چون خواسته با این، یا پروتستان بوده، پوزش میخوام، با این خویشاوند من ازدواج بکنه. خب حالا به هر دلیل پذیرفته که مسلمان بشود. حالا اگر این پذیرش او پذیرش واقعی بوده یا نه، گفته بله من مسلمان میشوم برای که بتوانم با یک دختر مسلمان ازدواج کنم. آمدیم و اینها زندگیشون به جایی نرسید و این آدم طلاق گرفت از این همسر مسلمانش و برگشت به آیین پدر و مادر خودش، به پروتستانیسم، به کاتولیسم، به یهود. این آدم اگه توبه نکنه و دوباره مسلمان نشه، میتوانه رو کشت. خب ببینید تا چند اندازه فرومایگی در این اندیشه ها هست و بعد ایراد میگیرن که داعشی ها آدم کشند. این پروانه آدم کشی داعشی هاست. داعشی ها مگر چه میکنند؟ آدم هایی رو که میکشن میگوین اینها از دین برگشته هستن. حتی در مورد شیعیان همین رو میگوین، اینها رافضی هستن، اینها برگشته از دین هستن. بر پایه چنین باورهای اسلامی، کسانی که از دیدگاه اونها از دین برگشته هستن سر میبرند، کافران رو سر میبرند، چون میگوین اینها از دین برگشتن. البته با شدت بسیار بیشتری از اینها. ولی چه تفاوتی در این هست که به دلیل انتشار یک کتاب از سوی نویسنده، دو نویسنده، یکی هم در آذربایجان با فتوای یکی از روحانیان ایران، آقای لنکرانی فکر میکنم بود، کشتند، چون اینها از دین برگشته هستند. یا کافر فطری هستند، چون پدر مادر مسلمان بوده و اینها وقتی بزرگ شدن دیگه مسلمان نیستن، حتما باید اونها رو کشت. و یا اشتباه کردن، خطا کردن، عاشق یک زن مسلمان شدن و نادانسته اسلام پذیرفتن و پس از اینکه این ازدواج کار نکرده از دین برگشتن به دین گذشته خودشون، به یکی از دینهای یکتا پرستانه پیش دنیایی که مسلمانان همونها رو به عنوان یکتا پرستی قبول دارن. اینها هم اگر توبه نکنند و شک و شبهه دست بر ندارند و به اسلام، به دامن اسلام عزیز باز نگردند، اینها رو میتوان کشت. جالب اینجاست که کشتن یک مرتد فطری یا ملی نیازی به فتوای آخوند نداره. یعنی هر مسلمانی میتواند اگر بر او روشن شد که کسی مرتد است، مرتد فطری است، بدون فتوای یک آخوند دست به کشتن او بزنه. هنگامی که کسروی رو در کاخ دادگستری کشتند، آیت الله قمی همین رو گفت، گفت نیازی به فتوا نیست، کسی که روشن باشد از دین برگشته است، مسلمان زاده ای بوده که از دین برگشته، مانند احمد کسروی، کشتن او بر هر مسلمانی واجب است، نیازی به فتوا هم نیست. جالب اینجاست که اختلاف نظرهایی هم که در میان این فقیهان و شریعت مداران وجود داره و میگویند، برخی میگویند ما اصلاح طلب تر از اونها هستیم و آرام تر از اونها هستیم، نه بر سر این است که میتوان اونها رو کشت یا نه، بر سر این است که اگر توبه کردند میتوان اونها رو بخشید یا نه. من ندیدم در میان بزرگان دین، در میان کسانی که خودشون رو از سخنگویان جریان اصلاح طلبی دینی میدانند، آمده باشند و گفته باشند که این دستور دینی جنایتکارانه است، غلط است، به دنیای امروزی که سهل است به دنیای گذشته هم نمیخورد. ببینید استدلالی که پشت این رفتار آدم کشانه وجود داره چیست. این حضرت آیت الله این گونه توضیح میدن، فلسفه توضیح میدن، البته اسمش گذاشتن فلسفه، توضیح هم که در تبیین فلسفه حکم اعدام مرتد گفته شده است که ارتداد خطری است که ریشه ها و اساس حکومت اسلامی را تهدید میکند. یعنی حکومت اسلامی ماندگاریش در این است که همه آدم ها کورکورانه تا پایان عمر همان گونه که زاده شدند با همان اندیشه باشند و با همان اندیشه بمیرند.
ریشه ها و اساس حکومت اسلامی را تهدید می کند. ببینید یک مکر و حیله ای هم در این سخن هست. اسلام با راه های اقناع کننده در دنیا گسترش پیدا نکرده. کشور ایران از راه فرستادن مبلغان اسلامی مسلمان نشد. این نبود که مانند مسیحیانی که به گوش و کنار جهان می روند و تبلیغ آیین مسیحیت رو می کنند، یا کسانی که معروف هستند به مبلغان بهایی و می روند در گوش و کنار جهان تبلیغ می کنند و مردم رو به پیوستن به آیین بهایی یا آیین مسیحیت یا آیین های دیگر فرا می خوانند. اسلام از این راه در کشورهای مختلف چیره نشد. امروز شاید ما مبلغان مسلمان داشته باشیم، از جمله در همین ایالات متحده آمریکا هستن افرادی که مردم رو فرا میخوانند که به اسلام بگروند و هیچ ایرادی هم در این نیست، حق اونهاست. و به ویژه گویا در زندانهای آمریکا یک جنب و جوش بسیار نیرومندی میانه سیاهان وجود دارد که اونها از راه همین مبلغان به آیین اسلام روی آور میشن. این بخشی از یک کارزار پذیرفته شده انسانی و مدرن است. هیچ ایرادی هم در اون نیست. افراد می توانند برای آیین خودشون تبلیغ بکنند و افراد دیگری رو از آیین‌های دیگر یا از بیدینی به آیین خود فرا بخوانند. من در این هیچ جای گفتگو و گرفتاری ندارم. و این اسلام در کشورهای مانند ایران و سرتاسر جهان در هنگامی که اسلام به وجود آمد این گونه گسترش نیافت. اسلام با قدرت شمشیر مسلمان شدگان عرب در سرتاسر جهان گسترش پیدا کرد و ایرانیان هم با قوه قهریه مسلمان شدند. از این هم فراتر برم، کسی کتمان نمی کند که تاریخ نشان می دهد که شیعی شدن مردم ایران به ضرب شمشیر قزلباشان بوده، به ضرب شمشیر نه طایفه بسیار متعصب شیعی قزلباش بوده که از آسیای صغیر، آسیای کوچک، از آناتولی شاه اسماعیل صفوی رو به پیشوایی خودشون برگزیدند و کشوری رو که به اعتبار همه اسناد تاریخی، حتی اسنادی که مورد پذیرش فقیهان شیعی هم هست، دو سوم اون دست کم اهل سنت بوده، با ضرب شمشیر شیعی کردند. حتی شیعیان غیر 12 امامی رو میکشتند و اونها رو مجبور میکردند، مانند شیعیان زیدی در گیلان و مازندران زیاد بودند. اونها رو هم با می داشتند که به شیعی 12 امامی باور داشته باشند. به ضرب شمشیر گسترش پیدا کرد. در تاریخ روملو و در تاریخ های دیگر می خوانیم که در هنگامی که شاه اسماعیل صفوی وارد تبریز شد، این جوان 14 ساله به نوشته بیشتر پژوهشگران، شاید 80-90% مردم تبریز اهل سنت بودند و او 6 روز تمام کشتار کرد. بیش از 20-25 هزار نفر از مردم تبریز در اون زمان کشته شدند تا همه مردم تبریز پذیرفتند که مسلمان شیعه 12 امامی بشوند. حالا وقتی با این پیش درآمدها ما مسلمان شده ایم، ما شیعه شده ایم، ایرادی هم نیست. باوری است که بر روی با اون خیلی از ما ایرانیان رشد پیدا کردیم، زندگی کردیم، پذیرفتیم، آیین خانوادگیمون بوده. آمدیم و کسی نه از راه شمشیر نه تیری بر سر ما گذارده، بلکه از راه استدلال به ما پذیران که آیین دیگری بهتر است. مسیحی شدیم، بیدین شدیم، توبه کردیم از آیینی که پدر و مادر ما اون رو به ما یاد داده بودند و آمدیم و اصلا دین رو کنار نهادیم و گفتیم که اصلا گفتیم خدایی نیست. یا کسی آمد و گفت من میخواهم بهایی بشم، برداریم آیینی که خود به ضرب شمشیر بر زندگی مردم چیره شده چه حقی دارد که بگوید بریده شدن از این آیین مرگ به دنبال داره؟ مگر مردم آگاهانه و داوطلبانه این آیین رو پذیرفتند که حالا باید در این آیین بمانند؟ گیرم که حتی داوطلبانه پذیرفته باشند. انسان ها نمی توانند از خرد خودشون بهره بگیرند و به آیین دیگری بپیوندند. چگونه است که انسان ها می توانند
از آیین‌های دیگر، از راه خرد یا از راه خواندن یا از راه هر چیزی که هست، آیین خودشون رو دگرگون کنند و مسلمان بشوند و به دست ارباب شریعت شهادتین بخوانند و سپس ختنه بشوند و مسلمان گردند، ولی نمیتوانند از این آیین به آیین دیگر بروند. چرا؟ کجا این با عقلانیت، با خرد، با فکر و احساس و با خرد انسانی پیوند دارد؟ توضیح دادن حضرت آیت الله، گفتن توضیح آن که در تبیین فلسفه حکم اعدام مرتد گفته شده است که ارتداد خطری است که ریشه ها و اساس حکومت اسلامی را تهدید میکند، حکومتی که خود نه از راه اقناع مردم بلکه به زور آیینی رو بر مردم تحمیل کرده، اگر مردم از این آیین برگردن اساس اون دچار خدشه میشه. و درست هم میگن. فرد مرتد میگوید تمام این نظامات و تشکیلات فردی و اجتماعی مسلمانان که بر اساس یکتاپرستی و ایمان به رسالت استوار است، باطل و بی اساس و بلکه مضر و زیان بخش است و باید به جای نظام دیگری جایگزین گردد. بنابراین ارتداد یک فرد به صورت هسته فتنه در می آید و تحریکات و واکنش‌های او مایه جذب دشمنان و مقرضان و افراد ضعیف الایمان می گردد و به ایجاد شورش منجر می شود. آمده ایم و حکومتی رو به ضرب شمشیر و زور بنا کردیم و دینی رو بر مردم تحمیل کردیم که دین نیاکان اونها نبود. در هنگامی که اسلام چیره شد، دین نیاکانی بیشتر مردم ایران زرتشتی بوده یا مزدکی بوده یا آیین‌های دیگر بوده. در هنگامی که شیعه‌گری چیره شد، دین بیشتر مردم ایران اهل سنت بوده. آمدند و این دین رو به زور دگرگون کردند. ولی حالا میگویند اگر کسی به این دین، در این دین پرسشی بکند، حتی یک نفر، و این بنیاد دین رو مورد پرسش قرار بدهد، چون همه نظام رو مورد پرسش قرار میدهد و شاید شوبش ایجاد بکند، باید این آدم رو کشت. اصلا اجازه نداد این آدم اندیشه خودش رو با دیگران در میان بگذارد. و بعد میگویند که ولا اکراه فی الدین، میگویند این بخشی از آیات قرآنی است و هست، ولا اکراه فی الدین، ولی اگر شما این خطا ازتون سر زد و مسلمان شدید و خواستید از این دینی که اکراهی در اون نیست برگردید، شما رو میتوانیم بکشیم. و اگر شما بدون اختیار خودتان از یک پدر و مادر مسلمان یا یکی پدر یا مادر مسلمان زاده شدید و سپس به هر دلیل خواستید به دین دیگری بپیوندید یا از دین برگردید، جزای شما مرگ است، زیرا ممکن است اساس حکومت دین رو به خطر بیندازید. حالا به این بیفزایید که در جمهوری اسلامی کنونی ایران اساس دین فقط اون اساسی نیست که در قرآن آمده و در شریعت آمده، بلکه باور به قانون اساسی جمهوری اسلامی، باور به ولایت فقیه و باور این که امر ولی فقیه امر لازم الاجرای همه مسلمانان و به ویژه شیعیان است، بخشی از تار و پود زندگی مسلمانان در ایران شده. و این است که میتوان بهایی رو کشت، این است که میتوان یهودی رو در بدر کرد و دارایی رو گرفت، این است که میتوان انسانهایی رو که دین و ایمان درستی ندارند یا خانه نشین کرد یا کشت و یا در بدر کرد. تازه محبت کردن که اونها رو در بدر کردن، چون اگر شما به سخنان آقای خامنه‌ای ببخشید خلخالی گوش فرا دهید، هنگامی که افراد رو بدون محاکمه اعدام میکرد یا محاکمه های دو دقیقه‌ای میکرد، میگفت این دستور خداوند است و اگر اینها گناهی نکرده باشند به بهش خواهند رفت. معلوم نیست آدم هایی با چنین ایمانی چرا رگ گردن خودشون رو نمیزنند که با شتاب به این بهشتی بروند که وعده اون رو به دیگران میدهند، ولی برای دیگران چنین داستانی رو میسازند که شما اگر از دین برگشتید جزای شما مرگ است، چون برگشتن شخص شما از دین، ارتداد شما نطفه فتنه در دنیای اسلامی است. چه کسی گفته است که این آیین یا این برداشت شما از آیین
آیین خداوندی است. چه کسی این رو برای شما توضیح داده جز انسان‌های پیشتر از شما بر اساس دستورات دینی و ساختن این نوع دستورها؟ چرا انسان حق ندارد آزادانه برای زندگی خودش تصمیم بگیره؟ بنابراین هنگامی که من میگویم دنیای اسلامی و به ویژه دنیای شیعی، از نظر ما ایرانیان که بیشتر از یک خانواده های شیعی برخواستیم، با یک بحران اساسی روبروست، این که میگویم دنیای اسلامی با بحران روبروست و داعش و جمهوری اسلامی جنبه ها و بخش های از این بحران بزرگ اسلامی هستند، در این است که برپای این نوع آموزش ها این دنیای اسلامی موجود نمیتواند خودش رو با دنیای مدرن هماهنگ کنه، مگر اینکه دگرگونی های اساسی در باورهای بزرگان این آیین به وجود بیاید. من به هیچ روی برای نیستم که مردم رو بیدین کنم. مردم میتوانند به دین خودشون باور داشته باشند، ولی باید بپذیریم برای زندگی در دنیای مدرن باید با این گونه ارزش های خرافی، ارزش های واپس مانده، ارزش های خونریزانه بدرود بگوییم. حق نداریم بگوییم که کسی اگر از آیین ما بازگشت، اگر هم توبه کرد، میتوان او رو کشت. چرا؟ بر پایه چه حقی شما میتوانید انسانها رو در یک زندان فکری نگه دارید و اونها رو مجبور کنید چون آیین پدرشون مادرشون این گونه آیین بوده به این آیین وفادار باشن؟ افزون بر این، مگر در میان خود مسلمانان دستکم بیش از 150 فرقه وجود نمی دارد؟ کدام طریقت اسلامی و کدام شریعت اسلامی رو شما برحق بیشتر از دیگر شریعت ها می دانید؟ دیدم دیروز امام جمعه، یا یکی دو روز پیش امام جمعه، شاید هم همین یکی دو روز پیش بوده، امام جمعه موقت تهران به مناسبت سالروز به گفته شهادت امام حسن عسکری، چون در میان بزرگان دین در ایران هیچ کس به مرگ طبیعی نمرده، همه شهید شدند. حالا کار ندارم به اینکه تا چه اندازه حتی این حرفا نادرست و بیپاست، ولی به هر روی در این باره سخن میگفته که بعد این خلیفه دستور داد و او رو کشتن. خلیفه ای که اهل سنت بود و وزیر شیعی بود، خلیفه در اون هنگامی که امام حسن عسکری درگذشته، وزیر او از خاندان آل فرات شیعی مذهب بوده، ولی به هر روی گفتن اینها امام حسن عسکری رو کشتن. اگر این درست بوده باشد که مسلمان دیگر رو میتواند به دلیل تفاوت اندیشه بکشد، شما که از ارتداد صحبت میکنید و ارتداد فطری و ارتداد ملی، کدام شاخی از دین رو بر دیگر شاخه های دین اسلام یا آیین شیعی برتر میدانید؟ مگر در میان شیعیان و علویان دست کم 70 شاخه وجود ندارد؟ کدام شاخه بر دیگری چیره است؟ کدام راه درستری رو پیش می رود؟ مگر این شاخه ها بر پایه اندیشیدن به وجود نیامده؟ مگر نه این است که کسانی بر این باور شدند که نه آن فرزندی که امام جعفر صادق گفته جانشین من است، بلکه اسماعیل جانشین راستین اوست، اسماعیلی شدند ولی همچنان شیعی بودند، شیعی علی بودند، یا کسانی پیش از او شیعی زیدی بودند؟ چرا افرادی که از دیدگاه شما از دین برگشته هستند، آن هم دینی که تفسیر ویژه شما در اون نهفته است، باید کشته بشوند؟ اگر چنین باشد چگونه میتوان یک جامعه مدرن آرام با تسامح ساخت؟ چگونه میتوان یک جامعه بردبار اسلامی بنا کرد که در اون انسانها آزاد باشند، از یک اندیشه به اندیشه دیگر بروند، از یک خانواده فکری به خانواده فکری دیگری پرواز کنند، سفر کنند، و سرانجام هم شاید آیینی رو که شما فکر میکنید آیین بهتر است بپذیرند و با این آیین زندگی کنند؟ اگر بنا باشد هر کسی که به داوری حاکم شهر از دین برگشته است کشته بشود، آیا جز رفتاری که امروز ما در میان داعشی ها و سالها در حکومت ایران دیده ایم نخواهیم دید؟ مگر نه این است که در تاریخ بزرگان دین
مانند این الوزات همدانی رو به جرم بازگشتن و برگشتن از دین، به جرم همین ارتداد کشتند و سوزاندند. بسیاری از بزرگان دین، همین کسانی که در میان بزرگان شیعه به عنوان شهید اول و دوم ازشون نام برده می شود، به دست مسلمانان کشته شدند، نه به دست از دین برگشتگان، به دست کسانی کشته شدند که با اسلام شیعی اونها سر سازگاری نداشتند ولی مسلمان بودند، شهادتین می گفتند، نماز می خواندند، خلیفه داشتند، پیامبر اسلام رو پیامبر خودشان می دانستند، ولی علی ابن ابی طالب رو خلیفه چهارم به شمار می آوردند و این شهید اول و دوم که هر دو اونها از مفاخر دنیای شیعی هستند و کتاب‌های اونها از جمله لمعه دمشقیه جزو کتاب‌های درسی حوزه هاست، یا شرح لمعه که دیگری شهید دوم نوشته، اینا جزو کتاب‌های درسی حوزه های شیعی است، اینا به دست مسلمانان کشته شدند نه کافران، با همین استدلال که اینها از دین برگشتند. چرا؟ چون تفسیری که اونها از دین داشتند آن تفسیری بود که می توانستن این افراد رو به جرم برگشتن از دین رسمی بکشن. و امروز ما در سده 21 در دورانی که بناست کشور ما از این برهوت واپسماندگی خودش رو نجات بدهد و با دنیای جدید هماهنگ بکنه، کاری که در دوران مشروطه کوشش کردیم انجام بدهیم و با همین گرفتاری ها رو برو بودیم، مگر نه این است که مشروط خواهان رو باوی میخواندند، بیدین میخواندند. زندگی نامه احمد کسروی رو بخوانید، نگاه کنید درباره کسروی و ستارخان و باقرخان چه حرفایی میزدند. اونها رو بیدین میخواندند و کشتن اونها رو روا میداشتند. و امروز در سده 21 در آستانه سال 2016 میلادی، زمانی که دنیا به این نتیجه رسیدی که انسان ها می توانند از راه دانش های تازه به باورهای نو برسند، در سرزمین های فکری تازه شنا بکنند و پرواز کنند، در این دنیا مجتهدی در ایران، مرجع تقلیدی در ایران و مراجع تقلیدی در ایران همچنان در تارنمای خودشان درباره نیاز به کشتن کافر فطری، حتی اگر هم از گناه خودش توبه کرد، بنویسند. و فکر نکنید که این آدم استثناست و این آدم ها استثنان، این دستور رهبر ولایت فقیه جمهوری اسلامی بوده، آیت الله خمینی بودند که دستور دادند، فتوای کشتن سلمان رشدی رو صادر کردند. و من در مقاله نوشتم یکی از کسانی که وزیر بود در دوران آقای خاتمی و خودش رو امروز طرفدار حقوق بشر میخواند، ایشان در اون هنگام هنوز هم کتابش در بازار هست، هنوز هم شادمان از چاپ کتابش، در توجیه و پشتیبانی از فتوای آیت الله خمینی کتاب نوشتن آقای مهاجرانی، بخشی از اصلاح طلبان دینی هستند، روشنفکران دینی هستند، که چرا کشتن سلمان رشدی بر پایه روایات و احادیث و دستورهای دینی شیعی و سنی رواست. این آدم، آدم روشنفکر برآمده از کشور ماست و این انسان تنها نیست، کسانی که به او خورده گرفتند به خود من گفتند، میگویند که کسی که چنین کاری رو کرد و توبه کرد دیگه نباید کشت، یعنی سلمان رشدی اگه توبه بکنه نباید رو کشت، ولی فرمان آیت الله خمینی یا فتوای آیت الله خمینی این بودی که حتی اگر هم توبه کرد او رو بکشید، مترجمین اون رو هم بکشید، ناشران کتاب رو هم بکشید. چرا؟ چون جرأت کرده داستانی بنویسد که شاید این داستان دارای جنبه‌های ناخوشایند برای گروهی از مسلمانان بوده باشد. بگذاریم که در این کشورهای غربی فیلم می‌سازند درباره مسیح، ایراد می‌گیرند درباره رویای مسیح، عشق‌بازی با یک زنی که پیشتر روسپی بوده، فیلم ساختند. البته در برابر سینما مسیحیان باورمند تظاهرات کردند، فیلم رو تحریم کردند، حقم دارند. این بخشی از ناسازگاری یا واکنش‌های مدنی است که انسانی که از یک رفتار و کتابی خوشش نمی‌آید بگوید که کتاب رو نخرید و نخواند.
این فیلم رو نبینید. ولی هیچ کس نیامده بگوید که آقای کارگردان رو الان اسمش خاطرم رفته، سازنده این فیلم رو باید کشت. ولی در کشور ما هنوز چنین باورهایی چیده است و در میان هم میهنان ما کسانی هستند که میگویند این داعش است که یک چهره خونریزانه از اسلام رو به دنیا داره معرفی میکنه. من میپذیرم این رو. چهره ای که داعش به دنیا ارائه داده یکی از پلیدترین چهره هایی است که میتوان به اسلام پیوند داد. چهره بسیار پلیدی است و من جدا بر این باورم که بیش از شاید 90% مسلمانان جهان با کار داعش سر سازگاری ندارد. اصلا با این روش ها سر سازگاری ندارد. ولی تنها داعش نیست که چنین چهره ای رو از اسلام در برابر جهانیان نهاده. ما در کشور خودمان دولتی داریم که بزرگانش می نویسند، فتوا می دهند، دستور می دهند که کشتن از دین برگشته نه تنها آزاد است بلکه ضروری است و باید او رو کشت. درنگ هم در این کشتن نکرد. بنابراین ارتداد یک فرد به صورت هسته فتنه در می آید و تحریکات و واکنش‌های او مایه جذب دشمنان و مقرضان و افراد ضعیف الایمان می گردد و به ایجاد شورش منجر می شود. این است که اسلام برای ریشه کن ساختن چنین فسادهایی، کدوم فساد؟ خردگرایی، انسانی اندیشه خودش رو به کار بیاندازه و بخواد از دینی برگردد، همون گونه که کسی اندیشه خودش رو به کار میاندازه مثلا با خواندن قرآن از مسیحیت به اسلام میپیونده، اینا رو فتنه میخوانند. فتنه ای که کسی بیاید و بگوید اگرچه پدر و مادر من مسلمان بودند، من چون تصمیم گرفتم که نمیخواهم به این آیین باشم، میخواهم به آیین دیگری بپیوندم و اصلا آیینی رو باور نداشته باشم، بیدین باشم و بله حتما هم به جهنم خواهم رفت. اما نه، ما به شما اجازه نمیدیم که چنین فتنه‌ای رو بپا کنید. ما شما رو خواهیم کشت. این است که اسلام برای ریشه‌کن ساختن چنین فتنه، نه فتنه‌ای که کسی رفته است و جنگ افزار برداشته و به جنگ حکومت برخواسته، نه، آدمی آمده گفته من نمیخواهم مسلمان باشم، من میخواهم به دین دیگری درآیم، من بران شدم که بابی بشوم، بهایی بشوم، مسیحی بشوم، بیدین بشوم. این فتنه است، نه فتنه ای که کسی جنگ علیه دولت اسلامی یا جمهوری اسلامی به راه انداخته، اسلحه برداشته، مردم رو به قیام مسلحانه دعوت کرده. خیر، فتنه ای که نطفه‌اش در برگشتن یک فرد از این آیین است. یک فرد آمده و گفته من از این آیین میخواهم برگردم و این فتنه رو باید در نطفه خفه کرد. این است که اسلام برای ریشه‌کن ساختن چنین فتنه و فسادهایی به طور قاطع دستور میدهد که مرتد کشته شود تا نظام دین و حکومت اسلامی دستخوش چنین حوادث شومی نگردد. من از شما مجتهدی که چنین فتوایی میدهید و از مسلمانی که چنین باوری دارید میپرسم این چه باور ایمانی است که با برگشتن یک فرد از این آیین، از این دین دچار فتنه و تزلزل می شود و اساسش دستخوش تهدید و تغییر قرار می گیرد؟ مگر نه این است که این آیین به داوری شما آیین الهی است و بناس همه جهان رو بگیره؟ چرا از راه خرد، از راه گسترش اندیشه چنین نمی کنید؟ چرا با تهدید کشتن افراد اونها رو در چهارچوب دین نگه می دارید؟ کجای این با ارزش های والای انسانی امروز هماهنگی دارد؟ جمهوری اسلامی وارث کشوری است که پیمان اعلامیه جهانی حقوق بشر رو امضا کرده، کشور ایران، و هنوز هم خودش رو وفادار به اعلامیه جهانی حقوق بشر میدانه. و اگر به سخنان رهبران حکومت گوش فرا دهید میگویند که در کشور ما از کشورهای اروپایی هم وفادارتر به اعلامیه جهانی حقوق بشر هستیم. اما در این کشور بزرگانش میگویند از دین برگشته باید کشته شود حتی اگر توبه کرد. چرا؟ چون اگر کشته نشود اساس دین رو
اساس حکومت رو دستخوش حوادث شوم خواهد کرد. خب همیهنان گرامی، میخواستم درباره چند نکته دیگر هم با شما سخنانی داشته باشم. شور وقتا که فرصت نشد، گرم این صحبت شیرین کشتن مرتد فطری و ملی شدیم و شور وقتا که در سرزمین ما با چنین اندیشه های ما رو برو هستیم. تا هفته آینده، روز و روزگار بر شما خوش بود.